مسلمان کس وقتی که میگی الحمد لله رب العالمین، الله رب کی است؟ رب العالمین است. آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. اگر یک مسلمان بگه قدس وطن ما نیست، این مسلمان نیست. نمیفهمه. مصر وطن ما و تو، سوریه وطن ما و تو، سرزمین اسلام وطن ما و تو. امروز وقتی که این حاکمای جبار طاغوت بر ما و تو در هر جای پاسپورت ویزا ساخته، این خود نظام کفر است، این خود نظام انگلیس است. اگر نظام اسلامی باشه، ما مسلمان باید در هر جای ویزی مسلمان چی است؟ پاسپورت مسلمان چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. این البادی مردمایی که دین نمیفهمن، فکر ندارن، دانش ندارن، اندیشه فکری ندارن، اندیشه سیاسی ندارن، نظام اسلام نمیفهمن. از این خاطر این مردم ها هستن با چی هستن؟ بازی هم میگه ما ملت گرا هستیم، ما قوم گرا هستیم، ما وطن پرست هستیم. ما وطن پرستش نمیکنیم. مکه هم وطن ماست، مدینه هم وطن ماست. ایرکونا مرد سر ما پاسپورت این کرده، مرد وطن خودم نمیمانه که خانه جور بکنم، خب مرد اجازه نمیته. او بیدین است، او بیدین است. قدس وطن ماست. یکی یهود مرد نمیمانه که در وطن خود برم. آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. از این خاطر مسلمان بازی چیزا نداشت. تا چند قرن پیش وقتی که نظام های طاغوتی نبود، واقعا نظام خلافت اسلامی بود، مسلمان افغانستان اینجا حرکت میکردن، راستن میرفت شش ماه در راه میکرد. از اون طرف پس از مکه تا اینجا میبود، نه کس ویزه پرسانش میکرد، نه پاسپورت پرسانش میکرد. وقتی که نظام انگلیس آمد، نظام انگلیس مسلمان ها را تکت تکت کرد، قومی جورش کرد، با تاجکستان، ازبکستان، ارمنستان، به ارمن، نه این تقسیمی انگلیس است، تقسیم اسلامی نیست. انسان مسلمان به این تقسیم بندی ها هیچ وقت از نگاه عقیده ما باور کرده نمیتونیم، از نگاه عقیده ما ایده درست قبول کرده نمیتونیم. نظام انگلیس و خط مش انگلیس، این دیورند کی برای ما جور کرده؟ خط دیورند، دیورند کی هست؟ دیورند یک انگلیس است. ما مادمون مخططات و دمون برنامه ها و دمون پروژه های انگلیس میریم، چرا فکر نداریم؟ به فکر هستیم، متوجه هستیم؟ این علی مرتضی صاحب در تلویزیون ها میخیزن میبرن به نام چی؟ به نام از اینکه ما مسلمان هستم، قوم خوش دارم، من افغانستان خوش دارم. او شیر آقا لودن، تو مسلمان هستی، بیا در وطنت باش. نیست، ما در اونجا شیشتیم، از اونجا بر ما فتوار صادر میکنم. این حال ای چیست؟ این مردم های خارج از دین هستن و اینا بسیار خطرناک هستن، چون اکثرا پروژه های دشمن های اسلام همی هست که یک تعداد مردم از دین میکشه، از عقیده میکشه. باور بکنین او کمونیستی که 30 سال پیش کتاب لینین خوانده، امیال اگه 500 رکات نمازم بخونه، لیکن کله شورم او کله لینی نیست.